اینکه بوده هنگام شبازار میره توی چرا این کنه؟ گام بعدی در واقع من سوال هم همچنان تکرار میکنم، چرا مهمه؟ خود نوت رو میگید یا نه، چرا یک گام مهمه؟ چرا با هشت و نوت ما سر کار داریم؟ چرا نمیگیم خب هفت و نوت هستش دیگه چه یک چرا نمیگیم یک گام هفت و نوت هست؟ این که بخوایم تقسیم کنم به دو تا دانک نه یا... اونم البته نگاهتون درسته ولی چرا ما چیز داریم؟ چون کامل میشه؟ کامل میشه ولی چرا کامل میشه؟ یک دور رو دست بیاریم، یک دور نوتی رو دست بیاریم چرا؟ این میزان رو کامل چرا؟ با شما جوابی چرای منو نمیدید ابتدا انتهامون رو مشخص کنید منشأ طبیعی داره قرار شد که نگید دیگه من یه ساعت دارم میگم نکن اشاره میکنم راست میگه یه منشأ طبیعی داره این منشأ طبیعی چیه؟ نوت ریپرزنتر چیه؟ نوت چه کاری انجام میده؟ صدا هستش یک علامت برای نشون دادن فرکانس درسته؟ ما از کجا؟ Human Hearing Range یعنی آدم از کجا میشنوه؟ مثبت 20 هرتز تا مثبت 20000 هرتز دیگه تمام اینا دارای فریکونس هستن یعنی مثلا میگیم نوت لا 440 نمیدونم سی مثلا whatever خب اینا همه ساین اینا هستش چرا یک اکتاب مهمه؟ برای این دلیل صدای آقایون از صدای خانم ها چه فرق میکنه؟ بمتره بس بمتره پهندتره صدای خانم ها زیده چقدر؟ یک اکتاب یعنی اگر یه خانم یه نوتی رو بخونه و یه آقا یه نوتی رو همون جا بخونه به صورت طبیعی ما چی داریم؟ یک اکتاب فاصله داریم واسه همینی که یک اکتاف خیلی مهمه همون چیزی که ضرب از یک و دو به دست میاد خب چرا از یک و دو به دست میاد؟ برای که طبیعی مادر درون شکم مادر اولین چیزی که بهش اکسپوژر داشتیم چی بود؟ ضربان قلب بودیم یک دو یک دو همه چیز از این یک دو هستم چی؟ اینم به همین شکل پس ما هر چیزی که در موسیقی داریم الهام گرفته از چیه؟ از طبیعت این چیز نیست که ما خودمون به وجود آوردیم یعنی اونو گرفتیم و اونو ترکیبش کردیم و کامپلیکیتدش کردیم پس این دلیل این هستش که یک گام مهم حالا این درجات داره درجه یک درجه دو درجه سه درجه چهار درجه پنج درجه درجه هفت و درجه هشت خب پس در یک گام بالاترین درجه یک گام چی هستش؟ درجه این گام میشه هشتم درجه هشتم درسته پایین ترین درجه چیه؟ درجه یکم دان هم صحبت دانک هستش یک گام به دو تا دانک تقسیم میشه حالا ما اینکه میگیم یه وقت میگیم اکتیف موب یا یک گام میتونه اصلا نوتی شروع شه یعنی میتونه مثلا از ری شروع شه به ری تموم شه میتونه از فا شروع شه به فا تموم شه ولی چی؟ حتما از اون نوتی که شروع میشه به همون نوت هم باید چی؟ تموم شه درسته؟ نصف یک گام رو بهش میگن یه تتراکورد یا بهش میگن یک چی دانگ یعنی چی؟ چهار تا نوت متوالی رو میگن چی؟ یک دانگ بسیار خوب باز درجه اول دانگ میشه و درجه بالاترین درجهش میشه درجه چهار درسته؟ باز یک دانگ بده یک تتراکو چند تا تتراکو توی یک اکتف جا میشه؟ دوتا درسته؟ خیلی با اینکه مشکل ندارم همچه دوشن هست میگن ایرج خواننده چند دنگ صدا داره؟ شش تا. شش تا دنگ صدا داره. یعنی چی؟ شش تا چند تا میتونه بخونه؟ شش تا چهار. میشه چند تا؟ 24 تا. یعنی چی 24 تا؟ یعنی که 24 تا نوت رو میتونه اجرا کنه. خب این که خودش بود. خب. شما گفتی یعنی چی 24؟ خب یعنی چی؟ یعنی تو چهار تا گام مثلا 6 تا من 6 تا منطقه گامی مثلا اوکی چه چند تا؟ چند تا مرتب؟ چهار تا چه؟ سه تا مرتب چجوری از ریاضی رو؟ شش تا دانگ درسته یعنی پایین ترین نوت بم ترین نوتی که اینجا هستش از این نوت 24 تا میره بالا چی؟ به اوجش که میرسه نوت 24م هست حالا 24م اون آنجای بسته ولی منظور فاصله که فاصله صدایش اینقدره
رنج سجن. یعنی مثلا اگر این هستش یک اوضاع، اینو خاموشه. مثلا این یوشه یه اکتاف، این دو اکتاف، این میشه سه اکتاف. یعنی یه فاصله از اینجا تا اینجا رو میتونه چی؟ بخونه. خیلی زیاده همچنین چیز. خیلی خوب، حالا ما چی کار میکنیم؟ از بحثه میایم بیرون. خب پس فقط چیزی که مهم هستش که یک گام چند تا نوت داخل شد؟ هشت و یک چیز و یک دام چی؟ چهار. حالا برمیگردیم به موسیقی ایرانی. تعداد نوت ها چرا تغییر نکرد؟ اصلا هفت تا بشه هشت تا در طول زمان، یه نه تا بشه. مطمئنم تغییر کرد. شما الان در کشوری دارید که یک گامشون پنتاتونیک هست، یعنی پنج نوت بیشتر ندارن. مثلا کشور شرق چیز دور یا مثلا چین، مثلا ژاپن، whatever، اونا مثلا موسیقیشون چیزه، موسیقیشون این شکلیه، همچین صدایی میشنم. مثل این تلویزیون قدیمی بود که گرم بشه لام. ببینید چی میگم؟ موسیقیشون با پنج تا نوت کار داشت. بعد اونا اصلا فاصله ششم رو غلط میدونن در چیز. متوجه ارزان هستی؟ فاصله ششم غلطه در موسیقیشون. به گوششون فالش میاد، همچی چیزی به گوششون ناشناخته میاد. خب من یه کار دیگر میکنم، بیرونش بیشتر. ارزم به حضورتون دستگاه موسیقی ایرانی. ما چند تا دستگاه داریم در موسیقی ایرانی؟ هفت دستگاه. مجموعه هفت دستگاه. خب دستگاه به معنی چی هستش؟ دستگاه چه معنیه؟ دستگاه دو تا معنی داره. یک چیه؟ مخان. یک. نه اصلا کلمه دستگاه رو من کار دارم. کلمه دستگاه. دستگاه هم یه قدیم میگفتن دستان بوده یا دست. خیلی خوب، پس مرسی. یکی میگه محل دست. بله دقیقا درسته. محل دست یعنی چی؟ یعنی شما این سازی که دارید اینجا دستتون رو کجاش میذارید؟ روی این گیتار دستتون رو کجا میذارید؟ معنی دوم دستگاه چیه؟ خیلی راحت. دستگاه یعنی چی؟ شروع. یعنی نه سیستم. دقیقا درسته. دستگاه یعنی یک سیستم، یعنی چی؟ مجموعی که داره با هم کار میکنه. خب پس یک سیستمی هست که محل دستگذاریش یک جاهای خاصی هست، یعنی یک نوتای خاصی رو چی کار میکنه؟ میتلبه که روی اون. خیلی خب، اینم که متوجه شدیم. مهمترین دستگاه در موسیقی ایرانی دستگاه چیه؟ شور. بهش میگن ام المقامات یا مادر دستگاه. درسته؟ ام المقامات مادر دستگاه. چرا؟ چون خیلی بزرگه. چون هر جایی که شما میبینید در همون دستگاه یه تریسی از شور وجود داره. پس ما میگیم که یه سردستگاه درست میکنیم، میگیم شور. خب این از این قسمت دیگه مال منه، اون کاری که من کردم برش. شور میگیم. یک اولین دستگاه چیه؟ شور. چه دستگاه بعدی با شور مشترکه نوتاش؟ ابواتا دستگاه نیست. آهان دست. ابواتا دستگاه نیست. ابواتا آواز. چه چیزی با شور مشترکه؟ آهان نوا میشه. بله. سگا. یعنی چی؟ یعنی از همون جایی که شما شور میزنید، از همون جا هم نوا میزنید، از همون جا هم چی؟ سگا میزنید. درسته؟ نفکر مشتقاتشون. نه از خب، یعنی هیچ فرقی شور با نوا و سگاه نداره whatsoever. یعنی هیچ فرقی نمی کنه. همون جایی که شما شور میزنید، همون جایی هم نوا میزنید، همون جایی هم سگاه. سر دستگاه دوم همون اسمش چیه؟ ماهور. درسته؟ چرا همه یکی نشدن پس اگه شور و نواسته با یکیه؟ اگه من قرار باشه همه شو الان بگم که دیگه چیز میشه بگردم، نمیمونی چما وسطش میرید. چهارمیش چیه پس؟ ماهور. چه دستگاهی با ماهور مشترکه؟ راست پنجگاه. باریکلا. راست پنجگاه.
خب پس ماهور و راست پنجگان دقیقاً با هم دیگه مشترکه، ماهور و راست پنجگان با سبه و شور نوا متفاوت. قبوله؟ میخواید با ماجیک بی جان؟ نه نه ماجیک تا جان پاس پس میتونی این چیز بوده اینجا کسی شدیم دست کنیم مهم بعد درزم به حضورتون که ببخشید صدا من گرفته. دستگاه بعدیمون چیه؟ آریستوکراسی، آریستوکراسی، همایون. پس ششمیش میشه چی؟ همایون. هفتمیش میشه چی؟ من شما گفتیم چهارگاه. چهارگاه، بسیار. پس چهارگاه و همایون هم با هم چی؟ مشترک. پس اگر یه دفعه از شما گفتن دستگاه موسیقی ایرانی، این ربط منطقیشه که شور و نوا سه‌گاه، همایون چهارگاه، مزاد ماهور راست پنجگاه ماهور چهارگاه. بگید لطفا شور نوا نوا سگان ماهور ماهور راست پنجگاه همایون چهارگاه. بفهم شور نوا سگان ماهور راست پنجگاه همایون چهارگاه. خیلی خوب گفتش مهداد. ببین دلیلش کی دلیل خوب گفتن چی بود؟ برای اینکه اینا رو تقسیم بندیشون گفت شور نوا سگان ماهور راست پنجگاه همایون چهارگاه. شور نوا سگان ماهور راست پنجگاه همایون چهارگاه. این مجموعه هفت است. خب حالا ما یه چیز داریم چه؟ ما 12 تا سیستم داریم میگه در موسیقی ایرانی دیگه، درسته؟ از ایناش 5 تاش دست 7 تاش دستگاه 5 تاش چیه؟ آواز. اسمش آواز. این آواز با اون آواز خوندنه هیچ فرقی فرق داره. اصلا میتونه کلی با اون آواز خوندن فرق داره. یعنی اون یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. دلیلی که بهش میگن آواز این با این فرق نداره، ولی دلیلش رو بعدن من بهتون میگم که چرا بهش میگن آواز. خیلی الان میترسم مثلا مثلا این بزنم صورت هم اینجا همه مثل سرخوسته چیزش رده رده بشه. خب از این آوازا یک و دو و سه و چهارتش دریویتیو شور هستش یا مشتق شور هستش. چهار انگلیسیتون زنی چهار یه دونش هم مشتق چیه؟ همایون هستش، درسته؟ پس چهارتش مشتق چیه؟ شور هست. یه دونه پس ببینید چرا میگن شور مادر دستگاه. ببین داخل خودش نوا داره، سه‌گاه داره، تازه چهار تا از این آوازا هم داره. تازه به ماهور هم میرسیم مثلا به گوشه دلکش شکسته و نمیدونم اینا میرسیم باز داخل به راست پنجگاه هم باز دلکش شکسته میرسیم اینجا. همایون به اوجش که میرسیم دوباره چیه؟ دوباره باز اوج و عشاق و نمیدونم دیگه چی داریم ما بوسلیق و اینا همشون دوباره چی دارن؟ دوباره باز این همانده. فقط در چهارگاه جدید هستش که ما ترسی از شور نمیبینیم. چهارگاه قدیم داشته شور ولی دیگه از بین رفته. خب شور حالا میخوایم آواز رو بگیم. این کلمه رو برای من بخونیم. با ادب. با ادب. خب با ادب ابریویتیف برای چیه؟ به اول الف بعدی نه دیگه خب قرار بشه عملیاتو بگی اینو که خوندی که آب که سر بالا میره قورباغه الف بعدی نادرشاه افشان افشاری نادرشاه اصفهان محمد اصفهان دیالش میگه بیا بریم دادم داشتی خیلی خوبه. خب آخرش هم به آخرش هست بیات بیات کجاست؟ اصفهان. نه خیلی اصفهان هم که کرد لحجهشو در اون بیات اصفهان. خب ما بیات کرد هم داریم بیات ترک ابوعطا افشاری دشتی بیات اصفهان. حالا چرا به این ترتیب؟ چرا به این ترتیب؟ چرا اولش نه ابوعطا، چرا اولش دشتی نه ابوعطا، نه بعدش افشاری؟ برای اینا همش بر اساس درجات شور هستش. برای اینکه درجه اول، درجه سوم شور چی هستش؟ درجه چهارم رو به بالا، درجه چهارم رو به پایین افشاری، درجه پنجمش دشتی. خیلی آقا تموم شد. تمام دستگاه موسیقی ایران نقشش این هستش. مثل نقشه ایران که میگه مثلا تبریز اینجاست، اصفهان اینجاست، تهران اینجاست، مثلا بندرعباس اینجاست، زاهدان اینجاست. یه موقع